با عرض سلام و ابلاغ ادب خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این 26مین روز از ششمین ماه در 12مین سال از سومین هزاره، ساعت 1:27 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا، 4:27 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 4:27 است، 10:27 است در اروپا، 9:27 در انگلستان، 11:27 است در ترکیه. از حضورتون اجازه میخواهم که برنامه خودمون رو شروع بکنیم و پیش از اون که برنامه رو آغاز بکنیم، باز هم تمایل دارم که راجب مسائل مالی یه جوری با هم دیگه کنار بیایم و این مسئله رو با هم حل بکنیم. یعنی اینکه این مشکل در حقیقت مالی تلویزیون مشکل اساسیه، یعنی مشکلی است که باید یه جوری حل بشود. و اینکه ما هر باره بیایم و اون توان رو هم من ندارم که مثلا فرض کنید که بشینم اینجا و راجبش مرتب حرف بزنم، یه جوری احساس شرم داره، یه جوری آدم خجالت میکشه. خب یعنی من اونو ولد نیستم، اون کارا از عهده من بر نمیاد، هر کسی رو بهر کاری ساختن. فی الواقع من به امید اینکه این مسئله همون اول حل خواهد شد و همین جوری پیش خواهد رفت وارد این صحنه شدم و اصلا تصورم این نبود که اینقدر به مکافات بکشه کار، اینقدر به درازا بکشه. و میدونم که بالاخره مشکل معیشت برای همه هست، بحران مالی همه رو گرفته، در تمام دنیاست، یه بحث عمومیه، ولی هر انسانی توی زندگی شخصی خودش یه مقداری بالاخره مخارجی رو داره، یعنی جزء تنقلات زندگیشه، مثلا سیگار کشیدن، مثلا نمیدونم آبجو خوردن، چون میدونم مثل هزار تا کار غیر ضروری دیگه که آدم انجام میده، میتونه این رو هم جزء یکی از اون غیر ضروری ها براش در نظر بگیره. و این فقط از اونجایی نشأت میگیره که آدما باور کنن قضیه رو. ما در اون بخش باور ضعیفی، باور نمی کنیم، نه غیر را باور نمی کنیم، خودمون رو باور نمی کنیم. من با عده‌ای از دوستان صحبت می کردم راجب مثلا فرض کنید که شخصیت رضای پهلوی، این به طور قطع و یقین اون میداند که طرفدار دارد، این طرفداراش در خارج کشور هستند، در داخل کشور هستند، میون طبقات مختلف جامعه، نمیدونم شهری، روستایی، محصل، تحصیل کرده، با سواد، کارگر، بی سواد، نمیدونم پیشه و هر چیزی که شما فکر کنی، این بالاخره یه مقداری طرفدار داره و یه چیز طبیعی هم هست، یه چیز کاملا معین و مشخصه. نگاه میکنی، قیاس میکنی و همواره تو مایه قیاس میگی که صد رحمت به کفندوز اولی. شرایط امروز تو با شرایط دیروزت مقایسه میکنی و میگی که آقا دیروز بهتر بود. مشکل اصلی در باوره، که آدم باور کنه خودشو. من اینو فقط به عنوان نمونه آوردم که فکر نکنی که فقط این بیباوری در منه، در توه، یه درد جامعه است، یه درد کلیه. اینکه دیروز آقای دکتر برام بیگدلی هی میون حرفاش اشاره میکرد، میگفتش که این شرایط بهترین شرایط است که به ما نشان داد این معضل روانی و اخلاقیمون رو نشون داره میده کاملا. ولی آیا ما باور میکنیم این رو؟ آیا قبول داریم این بحث رو؟ نداریم. اگر داشتیم به فکر چاره میاندیشیدیم، میرفتیم به دنبال چاره. اجازه بده که از یک تلفنی در حقیقت استفاده بکنم و ببینیم که این دوست ما که به ما زنگ زده چه مطلبی رو میگه، چرا این اتفاق میفته و این بزرگوار، این مرد مهربان در حقیقت چه پیامی داره که به ما برسونه. بذارم این تلفن رو پخشش.
جناب آقای بهبهانی با عرض ادب و سلام، من به شما و تلویزیون شما خیلی ارادت دارم، ولی در بحثی که دارید میکنید الان یه نکته با کمال احترام میخواستم خدمتون عرض بکنم. تلفن زدن به سفارت ها به این راحتی نیست. همونطور که میدونید وقتی که تلفن میخواید به یه سفارتی بکنید، اولا تلفن هاشون مشغوله، دوما میره روی انسرینگ ماشین، تازه انسرینگ ماشین میگه با کدوم بخش کار دارید. بعد از اینکه یه نیم ساعت شما رو این ور اون ور یا من رو این ور اون ور میپیچونن، تازه تلفن رو هم جواب نمیدن. نهایتا تمام ادارجات در ایران و تمام کسانی که زعمای قوم در ایران هستن به این راحتی تلفن‌هاشون جواب نمیده و این یه مشکل بزرگیه. یعنی با هیچ کس نمیشه، شما الان با اداره سجل دعوال که میخواید صحبت بکنید بایستی نیم ساعت روی خط باشید، تازه اون میگه شماره داخلی رو بزن، اون میگه نمیدونم از اینجا برو اونجا. خلاصه اینقدر آدمو پیچ میدن که آدم اصلا ناامید میشه از همه چی. میخواستم اینو خدمتتون بگم عزیزم، قربونت بشم، شب خوبی داشته باشی، دارم گوش میدم به تلویزیونت و لذت میبرم، قربون تو. بسیار از شما ممنون و متشکرم. خب آیا این فرمایش این دوست ما، من حالا مثال میزنم، میگم که مثلا ما میتونیم بریم سراغ یه آدمی مثل مسیح علی نژاد. میبینیم که مسیح علی نژاد گوشی تلفن رو ور میداره، با فلان آدمه تو ایران صحبت میکنه و فضیحت هم میشنوه، ولی اون وامیسته بهش میگه که آقا مثلا فلان موضوع چگونه، او چگونه نمیتواند این کار رو انجام بده. چون که باور کرده، چون که میخواد که این کار رو انجام بده. باید باور کنیم این داستان رو. من میگم که اگر که چه میدونم حخا، اگر که نمیدونم عقاب، اگر که نمیدونم پشه، اگر که هسته، اگر که دسته، اگر که ما هستیم، اگر همه اینا مورد توجه قرار گرفتن و جامعه رو بردن به سمت ناامیدی، ولی اون لحظه‌ای که توانسته این کار رو انجام بده اون رو ملاک قرار بدیم، بگیم آقا پس مردم نسبت به یه راهکار عملی اقبال نشان میدهن. اگر حس کنه که یه کاری میشود، میشود یه کاری رو انجام داد، او حس کنه که مثلا آمریکا یا CIA نمیدونم پشت سر این آغاز که میخواد با 52 تا هواپیما بیاد تو ایران، اگه بهش کار یعنی این دستگاهی که شکل نمیگیره، علتش این نیست که فقط اون آدما قابلیت این رو ندارن که با هم دیگه پیوند بخورن، بلکه در پشت قضیه اون روح جامعه است، اون شخصیت جامعه است که قابلیت این پیوند رو نداره، باور نمی کنن. از گرفتاری در اون باوره، باور. بفهم جوای بهبهانی، درود بر شما عزیزم. سلامت میکنم گوگان، ازم تشکر بکنم از تلفونتون. شرمنده که آقا دیر وقت بود دیگه، من به عرض رسوندم، من به شما زنگ میزنم ولی دیر اون موقع. جوای بهبهانی جان، در کاسل نمایشگاه جنراتیزه هنر دوکومنتاس، خوشبختانه در مرکز شهر یک میز بزرگ از طرف حقوق بشر گذاشته بودن. بله، من با اونها صحبت کردم، وضع پناهندگان ووتوبوک را بهشون گفتم. بله، گفت که عادتشون تلفون شو بدید، ما برای اونها وکیل پیدا میکنیم.
بله بله قراره که به زودی براتون وکیل پیدا کنم. اینی که میخواستم این شماره تلفن رو به آقای دکتر بلدلی به شما بدید که اون هم با اینا در تماس باشه. بله میشه این کارو کرد دیگه، یقینا. بله بله، یعنی کار درستیه دیگه، باید رفت و به حال اینه که میخواستم آقای دوستو بلدلی هم از کن با اینا در تماس باشه. بسیار خوب، مرگون بفرمایید. بله بله، شماره تلفن ایشون را. بله بله حتما. کتاب قلم دارید؟ بله بله بفهمید، یادداشت میکنم عزیزم. بله کاسل. بله 3561. بله 7. بله 66. بله 44. بله 350. اسم شخصم اشتفان دیوالد. اشتفان دیوالد. بله مرگون فرمودی؟ بله بله بله، من این رو به آقای بیگدلی منتقل خواهم کرد حتما. تشکر میکنم، ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما، مرحمتون زیاد، از لطفتون نهایت سپاسگزارم. ممنونم از شما، از همه مهر نسبت به هم میهنت سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که آقای امین جعفری بسیار در مورد پناهندگان در حقیقت قلبش اونجاست برای پناهنده ها و همه نیروش رو روی پناهنده ها گذاشته و چندین بارم با من تماس گرفته که آقا موضوع پناهنده ها رو مطرح کنید، موضوع پناهنده ها رو نشون بدید، بذارید ببینن. و به حال این باور کرده، این داستان رو این باور کرده که کاری که میتواند انجام بدهد، کاری که عینیه، زنده است، ملموس، شدنیه، همینه که من این آدمی که از ایران گریخته آمده برای دنیای بهتر خودشو به سرزمین دیگر رسونده کمکش کنم، تختعش نکنم، کمکش کنم. این باور کرده. اگر که ما باور کنیم، اگر که باور کنیم، من باور کنم، نه شما باور کنی، نه دیگری باور کنه، من باور کنم، تو باور کنی، به بیلیف ما تبدیل بشود، به باورهای ما تبدیل بشود که شدنیست، میشود، خواستن توانستن است. بله این مشکل وجود دارد، من میدانم که دسترسی به تلفن آسون نیست. پیغام بذار، پیغام بذاری، پیغام بذاری. ما دیروز این بحث رو مطرح کرد توی اون جمع، آقای انور میرستاری یه ذره گفت نه، ولی آقای سیامک فری گفت آقا شدنیه، میشود، باور کرد، زود باور کرد. مهم نیست که چند نفر این کارو میکنن، مهم اینه که من و تو این کارو انجام بدیم. اصلا کاری نداشته باش که اون دیگری میاد یا نمیاید، همیشه اون داستان اون افسر اتریشی یادت باشه که افسره رو آورده بودن به ایران که ارتش رو درست بکنه، جنگ در گرفت، ارتشه گفت من میخوام برم و مملکتم جنگه. دور جمع شدن که آقا شما همه خرج کردین، شما اومدی همه زحمت کشیدی، یه چیزی درست داره میشه، داره شک میگیره، اگه شما بری این مثل بند تنبون کوتاه در میره، دوباره نمیشه، فلانه، مشکل داریم، خواهش میکنم اگه مواجبتون کمه مواجب بیشتر میدید. هر کسی از طریق اومد که اینو اقناع کنه
که دست از این کار برداره و بماند و این کاری رو که شروع کردند و او هم خودش به این کار عشق داره ادامه بدن و یه ارتشی در ایران به شکل ارتش مدرن ایجاد بشه. گفت آقا مملکت هم جنگه، منم قبل از این که اینجا بیام افسر اون ارتشم، باید برم اونجا. خلاصه گفتن که آقا بالاخره کاری باید کرد دیگه. یکی اومد بهش گفت شما حالا شما نرو، یه دو نفر که چیزی نیستش که همین، شما همیشه خودت میگی که ارتش شما چقدر افسرهای برجسته و عالی داره فلان داره، حالا تو یکی نری چی میشه؟ افسره گفت آقا اگه همه آدما بنابشه مثل من فکر کنن دیگه افسری باقی نمونه، سربازی باقی نمونه که. چون این میگه اون یکی هست، اون یکی میره انجام میده، اون دیگری میگه اون دیگری هست میره انجام میده. اون اینه که من باور کنم که من افسر ارتش اتریش هم باید برم برای او افسر ارتش اتریش باید داره برای ارتش اتریش در حال جنگ خدمت میکنه. وقتی به برنادت معاون ناپلئون مراجعه کردن سوئدی ها که آقا مملکت ما اینجوریه، ما چند دستگی هستیم، همش بین دانمارکی و ما دعواز جنگ، دانمارکی های میان اینجا رو چپاول میکنن میبرن و ما نمیتوانیم در مقابل این شاه های ما نمیتونن در مقابل این بیستن فلان کنن، تو افسر دلیری نمیم فلانی بیا اینجا. اون زودی نگفتش که من چون که شاه هم میخوام برم مملکت سوئد شاه بشم، که الان فرزندانش همین کارل گوستاو و اینا فرزندان او هستن دیگه، فرزندان برنادت فرانسوی هستن، برم شاه بشم پا بودم برم. گفت نه، من افسر ناپلئون بناپارت هستم، برم از افسر فرماندم سوال کنم. بعد ناپلئون بهش میگه آقا برو چه اشکال داره، برو اونجا، اونجا رو سامان بده، افتخاریه برای فرانسه که یه افسر فرانسوی بتواند یه مملکتی رو نجات بده، برو نجات بده، میره اونجا شاه میشه. باور کنیم داستان رو، باور کنیم که این امروز حسن دایی زیباترین اثر خودش امروز تو برنامه میبودی جا گذاشت. و این که محمد امینی بنویسه که آقا این رضای پهلوی میخواد بره مجلس رو به توپ ببنده، این نیت خانیه، ما نیت اشخاص رو نمیتونیم بخونیم، ولی اون چیزی که معلوم است و واقع است این است که اینا 30 سال است که مجلس را به توپ بستند. تو نگران اون نباش که مجلس رو میخوام به توپ ببندن، مجلس به توپ بسته شده است، برای این یه فکری بکن. این بهش میگم فرافکنی، این لغت فرافکنی یعنی همین، اینی که جلو دسته ولش کن، پاسخ ندارد بهش بدهد، اینو ولش کن، بریم دنبال اونی که معلوم نی، فردا بریم نیت اونو تو دلش بخانیم. ما با این بحثایی که اینجا کردیم با یه ده از این دوستان راجع به فدرالیسم و اینا، دیدیم که این به جای اینکه پاسخ خودش رو بگوید، بگوید چرا حکومت متمرکز خوب است و یا چرا دیسنترال بهتر از فدرال است، بگو نه اونا بعد از این میخوان برن یه کار دیگه بکنن. نیت خانی ما نمیدانیم، اونا اینو نمیگن، میگه میدونم، ولی اونا تو دلشون همچی فکرشون اینطوریه، غلط این کار. حسن دایی گفت آقا به جای این بیا الان رو فکر کن که این 30 سال این مجلس رو به توپ بسته، به جای جنگی که نمیدونم بعدن میخواد پیش بیاید بریم راجب اون حرف بزنیم بگیم ما میریم در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیریم، بهش بگو که الان مملکت در شرایط جنگی هست، عده مملکت ما رو اشغال کردن، در میان صف اشغالگران به دنبال دوست نگرد، اونجا دوستی پیدا نمی کنی. اونا نقش پلیس خوب پلیس بد رو بازی میکنن، گود کاپ بد کاپ رو بازی میکنه، و اتفاقا
اون که نقش پلیس خوب بره بازی میکنه خطرناکتر از اونیه که نقش پلیس بدر رو بازی میکنه، چون پلیس بدر که میبینی از اون اومده فش میده قاب چیزی بهش نمیگی. اون که میاد با مارمولک بازی، اونان که تو رو به خطر میندازن و میبرنت زیر اعدام، میگه جون تو اعتراف کن بعد من کارتو درست میکنم، تو حالا اینو بگو من کارتو درست میکنم، با اینا کلکل نکن، اینا دیوونن، من میگم تو اینا رو بنویس، بعد تو مینویسی همونو میره میگه نوشته دیگه بفهم، گفته خودش گفته، اعدامش بکن. یعنی اون باید تو خطرناکه که نقش آدم خوبه رو بازی میکنه، تو دو دنبال اون نباید بری، گول اونو نباید بخوری. جامعه ایران دو راه بیشتر نداره، دو راه بیشتر در مقابلش نیست، یا بیان با شرایطی که دارن بیان بزنن نابودش کنن بمبارانش کنن فلانش بکنن زیر ساختاشو عبین ببرن که عجیب بنده و جنابالی و امثال بنده و جنابالی رفته، یا اینکه مردم از درون جوشش کنند و بیاین. ما چون مردم را نمیشناسیم و آدرسشون رو نداریم، معلوم نیستن، نامعلومن، بیشکلن، بیایم اونایی که معلومن یعنی من و تو کاری را انجام بدهیم، از کارهای کوچیک شروع کنیم، از تلفون کردن. یکی دیگه گفتش که نه اینا تلفوناشون رو روی اون کسانی که تلفونشون رو بلاک میکنن و بستن. خب برو تلفون تو آن بلاک کن زنگ بزن. چرا تلفون تو بلاک کنی زنگ بزنی؟ چرا؟ کاری به دیگری نداشته باش، به پرویز خان و اوشنگ خان و ببر الملوک و پلنگ و سلطنه و عمه جون و اینا کاری نداشته باش. خودت ببین چه کار میخوای بکنی، چه باورت و گدام است، به باورت بیندیش. ما میتوانیم، من و تو بی خیال بقیه، من و تو که هستیم حاضریم، ای زنگ بزن، چه کاری از این مهمتر؟ 20 تلفن رو بنویس، سفارت، زندان اوین، دفتر رئیس جمهور، دفتر اون یکی، وزیر صنایع، وزیر معادن، وزیر فلان، خارجه، آیت الله پشم سلطنه، زنگ بزن مسجد محلتون، مسجد محلتون، آجاقا مسجد محلتون، زنگ بزن مسجد محلتون. پایگاه مقاومت بسیج سر کوچه‌تون زنگ بزن. مهم باوره، باور، باور، باور کنی که مملکتی اشغال شده است، که این مملکت من و توست، اون که اونجا بهش تعدی می شود، تجاوز می شود، خانواده من و تو هستن. باور. بفهمی آقای بهبانی؟ بفهم آقای سعیدی. بفهم می دونید من اظهار نظری بکنم راجع به مطلبی که گفتید؟ بفهمید آقا. عرض کنم به خدمتون آقای بهبانی، البته این که ما تقاضا بکنیم از یک اشخاصی که حقوق مردم رو نادیده گرفتن، خودتون بهتر میدونید نتیجهش چیه. فقط ممکنه یه حالت ایزایی و اذیت کردن باشه، ولی نتیجه ای نداره، در این حال اون انرژی ما رو هم هدر میده. بسیار. این در واقع کار مفیدی نیست که ما خب مفیدش شما خب بسیار اجازه. آقای سعیدی قدم به قدم اگه اجازه با هم جدا، یه کار آزار ایزاییه، منم از اول گفتم یه کار آزار ایزا میخوام انجام بدم. بله، حالا من خدمتون میگم بعد از 33 ساعت یک چالشگر چپ ما تازه به این نتیجه رسیده که بریم طرف و یکمی
قلقلکش بدیم و اذیتش کنیم. نه تازه تاسف‌آوره. خیلی ممنون. در حالی که ما راه اصلی جلوی چشممونه. اون چیه؟ اونو تعریف. باید ببینیم کجا به ما حمله شده. اون نقطه‌ای که به ما حمله شده یا ابد سال 57 یا ابد ما میتونیم که به کشور ما تجاوز شده در سال 57 نظامی رو که داشتیم، نظام ملی رو که داشتیم از بین بردن. امروز هم اگر آدم‌های آگاهی باشیم باید بفهمیم که هدف ما باید برگردوندن اون نظامی باشه که از ما گرفتن، یعنی پادشاهی. باید بریم دنبال پادشاهی پارلمانی برای کشورمون که همون جمهوریت به شکل درستشون رو مجدداً احیا کنیم. همه ابزار و وسایل هم موجود و مهیاست. خب بفرمایید. بنابراین شما به عنوان یه تئوریسین، به عنوان شخصی که استخون ترکوندین توی این کار، باید به این جنبش بپیوندید. اگر بسیار. شما و امثال شما نپیوندید، خب چی میخواد این کار رو راه بندازه؟ ما که نفهمیدم شما چی گفتی. ممنونم آقای سعید. خیلی روشنه. نه شاهزاده رضا پهلوی رو باید علمش کنی، پرچمش کنی. اون بعد خودش بخواد عزیزم، اون بعد خودش بخواد. اول وسیله است آقای بهبهانی، ایشون یه وسیله است، یه اسست، یه دارایی برای ما ملت محروم. آره خودش شکست خورده، یه درست. بازی خورده. 100% درست. اگر این اسست رو هم نبینیم شما گوش نمیدید. همین بهتر که این بلا پیش از پیش. ممنونم ازت، سپاسگزارم. بفرمایید شما. سلام آقای بهبهانی، لیلا هستم از ویرجینیا. لیلا عزیزم بفرمایید. این نوار این آقایی که شعر میخونن که شما لطف کردین برای منم ایمیل کردین. بله. این شما اگه گداری توی تلویزیون بذارین که ملت عزیز ما بدونن یعنی چی. یقینه. یک دنیا هم ازت ممنونم از اینکه اینو برام فرستادی. سپاسگزارم ازت. ممنون. خوبتون برم. خدا نگهدارتون. ممنون. متشکرم. مرسی. اسست است. اول بحث ما از اینجا شروع کرد. از باور شروع کردم. هنوز از سر باور هستم. بعدم تازه به اینجا نرسیدم رفیق. از روزی که این نظام فاسد به سر کار آمده، من در حد توانم به آزار و ایزا پرداختم. من نه توپ دارم، نه تفنگ دارم، نه اسلحه دارم، نه لشکر دارم، نه طرفدار دارم، هیچی ندارم، یکی و یالغوزم. ولی آزار و ایزامو رسوندم بهش. میگی چرا؟ میگم که در یک جلسه ای که جلسه سخنرانی بود در شهر واشنگتن و یه سخنران های انگلیسی زبونی هم بودن، فرنگی بودن، اومده بودن حرف می زدن. از اونجا که اومدم بیرون، آقای دکتر بوقی اومد به سمت من و با آقای یخت گرفته. گفتم یعنی چی؟ گفتش که اینجا این آقای علی جزینی بود، سرپرست همین دفتر کفاست و کسافت جمهوری اسلامی. گوین گفته که تا زمانی که این پسر خیکیه تو این شهره، این همش مزاحم ماست. من اینو برگ زرین میدانم. من اینو افتخار برای خودم میدونم. که حرکت مردم رو، اون جوشش رو از جلوی کاخ سفید بلند کردم، بردم گوشتم جلوی در سفارت. زنگ زدم به سفارت، نوارش رو یوتیوب هست. زنگ زدم یارو از بالا کشیدم آوردم پایین، فوش داد زدم تو گوشش. من باور دارم. آسایشو باید ازش بگیری. کردم این کارو، مرتب دارم این کارو انجام میدم، مرتب شبانه روز مشغول اینم. هر جا دستم برسه آزار میرسونم. چرا؟ چون باور دارم که اون مخل امنیت است، اون آزار من است، اون مرتب داره به خانواده من آزار میرسونه. برای آزارش میدم.
به همسایه‌ام آزار میرسونه، به خیابون کوچه‌مون رو خراب کرده. یارو خرج کرده، سنگ فلان کرده خونه‌شو، اومده عکس خامنه‌ای می‌نویسه اینو من مرگ برنه، من منافق و صدام. آزار رسونده دیگه، منم بهش آزار میرسونم. دنبال توهمم نمیدوام، دنبال اونی میدوام که عینیت دارد، واقعیت دارد، معلوم است، ملموس است، قابل دسترسی است. من میتوانم برم جلوی سفارت زنگ بزنم یارو بیارم پایین، اینو میتونم انجام بدم، این کارو میکنم. من برم دنبال 57 من سود دادی دوباره به آسمون، برم 57 یه نظامی رو بیارم که مسبب این روز من است. من اون نظام پهلوی رو در حقیقت مسبب این میدونم. این توی تخمه اون به عمل آمده است، این از غیر بر من نازل نشده است، این از دیار دیگر نیامده است. همین فیلم تابوی ایرانی رو پخش کرده دیگه. درود به علامه زاده نازنین. میگه آقا چرا پس این که با دستگاهی که با هر نوع تجمع و سازمانی مخالف بود، پس چجوری انجمن تبلیغات تتبعات اسلامی شیخ محمود حلبی رو که بعدها بنا حجتی معروف شد اینو سامان میداد؟ گفت برای اینکه باهاش چی بود؟ یکی بود، باهاش همسو بود، میخواست جوون رو از عرصه در حقیقت مسائل سیاسی بیاره، به اینکه بریم با آیا رو سنگ بزنیم، بریم مجلس با آیا رو به هم بزنیم. من بیرون با آیا رو دلجویی میکنم، من وزارت بهش میدم، وکالت بهش میدم، من همه امکانات رو بهش میدم، ولی تو برو اینا رو به جای اینکه جوونه بیاد به مسائل روز بپردازه، ببرش اینجا که با آیا رو بکشه. من بگردم دنبال اون بگردم؟ چه تفاوتی است بین این حرف شما و اون حرف میرحسین موسوی که میگه میخوام برگردم به دوران طلایی امام؟ هیچ تفاوتی وجود نداره. شما به یه امر غیر قابل دسترس منو هل میدی. من میگم به جای اینکه میخوای بری اون همه راه دور، همینجا بیا اول از اینجا شروع کن، خودتو باور کن، امپریالیسم جهانخوار رو فراموش کن. تای امپریالیسم جهانخوار، مبارزه با امپریالیسم جهانخوار، محمود احمدی نژاد میشه، تازه میشه محمود احمدی نژاد، تازه میشه رحیم صفوی، تازه میشه یارو عزیز جعفری، تازه میشه سدلی خامنه‌ای. نمیشی، به اونجا نمیرسی که. آخه این باید خودش باور کنه، این آقای شاهزاده باید خودش باور کنه. خودش باور نداره داستان رو، گرفتاری اونجا میگه شما برو بگیر و ببند و بده دست من پهلوون. خب من اگه گرفتم و بستمش دیگه چرا بدمش دست تو؟ میگه شما برید کارا رو بکنید، بعد اون وقت بیاید من وقت به من بگید ببینم من وقت میام این را یا نه. او میداند، رضای پهلوی خوب میداند که طرفدار داره، ولی خودش تکلیف خودش رو با خودش روشن نکرده. سال 2004 گفتم آقا خاصیت سلبریتی، آدمی که معروفه، مشهوره، سلبریتی است، اگر وارد یه جمعی بشود همه توجه میره به اون. میگه نگاه که خندید،
اوت نگاه کن با بچهش حرف زد، او نگاه کن با زنش حرف زد، با دوست دخترش حرف زد. این عکاسایی که پاپارزی هستن میرن عکس از این آدما میگیرن، خودشون رو به هزار خطر و فلان میندازن، دنبال چی میگردن؟ خریدار داره دیگه، میفروشه اکثر، خریدار داره. رفته گشته این یارو صاحب نمیدونم فیسبوک، جوانی با نامزدش با زنش رفته ماه عسل، را افتادن همه ایتالیا رو دنبال این، یه عکس میگن که این دستادن سر هلیکوپتر میشن، چیک چیک رین هلیکوپتر سوشه. این میخره اینو. خاصیت سلبریتی این است وقتی حضور پیدا کنه مردم به اون سمت جمع میشون. بفهمی جناب بهبهانی نازنی، من منظورم این نیست که من هوادار شاهزاده رضا پهلوی هستم. شما منظور اینه که نمیدانی چه میخوای. پادشاهی پارلمانی رو باید وسیله قرار بدی. آقا حرف بی خودیه، با این دکون اینجا نیست. بسیار ممنونم ازت، اینجا جاش نیست. شما باید تلویزیون آریایی نمیم آریامه ای تو اینا میخرن این حرفا. اینجا بازار مسگرهاست، اینجا سرصداست. پادشاه پارلمانی چی آقا؟ این حرفا چی میزنی؟ گوش بده برنامه آقای ودیعی در روز یه شنبه دیگه، از اون تو پادشاهی تری یعنی؟ دیگه نگاه من به این آدم مثل نگاه پدر به فرزندش، معلمش بودم، از بچگی بزرگش کردم. شما دیگه از اون به اون نزدیکتر که نیستی که. اصلا موضوع ما این نیست آخه. این حواله به یک توهم است، موضوعیت ندارد. اینا بحثای یه جای دیگه است، اصلا بحث من این نیست. بحث من اینه که پاسخه به این بزرگواری که زنگ زد را چگونه باید بدم. دوباره گوش بدیم، سه باره گوش بدیم، صد باره گوش بدیم، ببینیم ما به این بزرگ مرد چه پاسخی باید بدیم. اون میگوید گوش بده ببین چه میگوید. جناب آقای بهبهانی با عرض ادب و سلام، من به شما و تلویزیون شما خیلی ارادت دارم، ولی در بحثی که دارید میکنید الان یه نکته با کمال احترام میخواستم خدمتون عرض بکنم. تلفن زدن به سفارت ها به این راحتی نیست. همونطور که میدونید وقتی که تلفن میخواید به یه سفارتی بکنید، اولا تلفن هاشون مشغوله، دوما میره روی انسرینگ ماشین، تازه انسرینگ ماشین میگه با کدوم بخش کار دارید. بعد از اینکه یه نیم ساعت شما رو این ور اون ور یا من رو این ور اون ور میپیچونن، تازه تلفن رو هم جواب نمیدن. نهایتا تمام ادارجات در ایران و تمام کسانی که زعمای قوم در ایران هستن به این راحتی تلفن‌هاشون جواب نمیده و این یه مشکل بزرگه. یعنی با هیچ کس نمیشه. شما الان با اداره سجل دعوال که میخواید صحبت بکنید بایستی نیم ساعت روی خط باشید، تازه اون میگه شماره داخلی رو بزن، اون میگه نمیدونم از اینجا برو اونجا. خلاصه اینقدر آدم رو پیچ میزن که آدم اصلا ناامید میشه از همه چی. میخواستم اینو خدمتتون بگم عزیزم، قربونت بشم، شب خوبی داشته باشی. دارم گوش میدم به تلویزیونت و لذت میبرم. قربون تو. اینو پاسخ بده بهش. اینو باید بهش پاسخ بده.
اینو چجوری بهش پاسخ بدم؟ چی باید پاسخ این دوست من چیه؟ این مرد محترم رو چه پاسخی باید بهش داد؟ چی باید در ازای این گفت؟ بگیم چی؟ بهش بگیم چی؟ چه راهکاری در مقابلش ارائه میدهی؟ این با اصل طرح مخالفت نداره. میگه سخته، میگه کار سختی. بازم تکرار میکنم که بایستی از یه جایی شروع کنی، من و تو باید شروع کنی، نه غیری، نه مردمی. مردمی رو ما نمیشناسیم، آدرسی از این مردم نداریم. من و تو بدون اینکه اصرار به دیگری بکنیم، بدون اینکه تلاش در اقناعی او داشته باشیم، چند تا نکته رو باور کنیم. یکی این که مملکت ما به وسیله یک نوع تفکر اشغال شده است در ابتدا. این تفکری که در ابتدا اومد اینجا حکومت کرد، در طی مسیر خودش به موانعی برخورد کرد. همون است که میگوید خدعه کردم. خمینی میگه خدعه کردم، یعنی به موانع برخورد کرد. نه، نمیشود. اینی که امروز از او جا مونده، 30 سال از اون گذشته، این اصلا به دنبال اندیشه نیست. این بر سر منافع قدرت و ثروت داره نشسته. اینه که به راحتی دست نمیده که میگه بچه‌م هم باشه وامیست قمه میزنم دو شقش میکنه. این یه امروز میگه که اگر تو مشروب میخوری حکمت اعدام است. این به راستی نه به خاطر مشروب خلاف دین اسلام است. به راستی نی، به راستی قمه کشیه، عربده کشی مستانه است. مست کرده یارو، مست قدرته، مست ثروته، مست عربده کشی مستانه میکنه و میزنته، شوخی هم نمیکنه. برای اینکه از موقعیت خودش میترسه، خودشو در تزلزل میبیند، به همین دلیل میزنتت با تمام قوا. مستطعتم من قوه و اعدم لهم مستطعتم من قوه. این که رو قلبش نوشته، شعارش. با تمام نیروش میزنتت، ترسیده. در شرط عادی که آدم این کار نمی کنی که. حالا که او ترسیده، حالا که او وحشت کرده، تو از این سرعت استفاده کن و این شرط استفاده کن. منو نفرست به دنبال نظام پادشاهی، من اصلا نمی دونم که اون چیه. همانا جمهوریست، چه حرفای مزخرفیه. آخه من اصلا معنا ندارد که یه آدمی بیستد بگوید من اعتبارم رو از آن میگیرم که پارس پادشاه هستم، وارث تاج و تخت هستم، من از در حقیقت نوه بنیانگذار نظام پادشاهی پهلوی در ایران هستم. همه اعتبارش از اونجا بگیره، بعد بگه که نه آقا، من میخوام 90% به جمهوری برسم. این راست نمیگه. این اگر که تصمیم بگیره، خود یارو خودش تصمیم بگیره، میداند که طرفدار دارن، ولی تکلیفش با خودش روشن نیست. خودش تصمیم نگرفته چیکار میخواد بکنه. اگر اعلام کنه امروز که من یک آدمی هستم، میخوام مثل اسلاو هاور رفتار کنم، مثل اون دیگری میخوام رفتار کنم، از این میگذرم برای منفعت مملکتم، مثل بروتوس رفتار کنه که قیصر را کشتم به خاطر اینکه روم را بیشتر دوست داشتم.
اگر در این جمع کسی باشد، من به او میگویم که عزیزتر از من به قیصر کسی نبوده. من او را کشتم برای اینکه روم را دوست داشتم. این اگر که روم را دوست داشته باشد، اعلام کنه که من بر این نتیجه رسیدم، چون 90% آرزوم هست که جمهوری، پس بنابراین من جمهوری اعلام میکنم، من خودم را یک نظام جمهوری را بر ایران پیشنهاد میکنم و بیسته سر این حرفه. به طور قطع و یقین طرفداراش میریزن، ولی با سرعت برق و باد به مجموعه عاشقانش اضافه خواهد شد. تصمیم بگیریم باور شخصی. بفهم. سلام عرض کردم آقای سعید بهبانی، منصورم از کالیفرنیا مزاحم میشم. خسته نباشید. من دیروز مثل اینکه وقت نشد، یعنی نتونستم زنگ بزنم دوباره. بله بفهم آقا. من حالتون خوبه آقا؟ ممنونم از شما، سپاسگزارم. بفهمید آقا. بله، من اولا آقا ما دلیل این که در ضمن لذت میبریم در تلویزیون شما اینا به خاطر اینکه شما حرف دل ما رو میزنی، یعنی حرف حقیقت و مطالبی که هست. دو سه روز پیش شما صحبت از وطن دوستی و وطن پرستی و یعنی در اون مسیر یه صحبت هایی بود و اینا، من چیزی که به فکرم اومد و میخواستم راجع به اون به مطلب بگم این هست که ببینید آقا، حرف باز این تکرار مجدد میشه، حرف مثل باده، درسته؟ یعنی مفته، هر کسی میتونه دهنشو باز کنه بیاد یه چیزی بگه. یعنی وقتی شما صحبت این وطن پرستی و اینا رو میکردی، این به فکر من اومد. مثلا میخوام اینجوری بگم، طرف میاد میگه که آقا من وطن پرستم، نه وطنم هم خیلی دوست دارم و اینا، در حالی که خب تو وطن پرستی، سوال بعدی که باید در مقابل اون قرار بگیره اینه که خب آقا شما وطن پرستی، در مقابل این وطن پرستی چه کردی، چه کار کردی؟ آها من دیروز میبخشی الان یعنی به فکر باید. خواستم بگم که من مثل آقای جباری جلالی که زنگ میزنه و انگلیسی پارازیت نامیده، میخواستم اینو بگم که من اونجوری نمیخوام بکنم، ولی این آمریکایی‌ها یه مثالی دارن، میگه words نه میگه actions speak louder than words، یعنی عمل خیلی مهمتر از حرفه. اینو حالا میدونی دیگه داستان این چیه، خیلی جالبه. یارو میره هی به زنش به بچهش بدان و اینا، مثلا میگه I love you I love you، در میاد بیرون میگه I love you، میاد خوده میگه I love you. خب زنه برمیاده میگه که بابا بس love you گفتن تو که اونو نشون نمیده، که عمل توه که نشون میده. تو که نمیتونی بیای سیلیو بزنی تو گوش زنه، صبح خونه داری میگه بیرون میگه I love you I love you honey. خب این که love نشد که، اگر براش کنه، یعنی میخواد بگه که عمل. آره آدم رفتی یه دست گل خریدی آوردی، یه کارهایی کردی، یه اعمالی کردی، اونه که نشون میده تو لاب داری یا نداری، نه حز حرف زدنه. این وطن پرستی هم اینا رو من میگم چون من تجربه کردم اینا رو تو زندگی خودم، که actions speak louder than words، حرف کم بزن عمل بکن، اینه داستان. حالا این جریان وطن پرستی هم شما که صحبت چون میکردی، این به فکرم اومد که مثلا طرف میاد آقا من وطن پرستم، تو کجات وطن پرسته؟ وقتی تو گذاشتی از مملکت در رفتی، فرار کردی، اومدی نشستی مثلا تو لس آنجلس، تو وطن پرستی؟ آدم وطن پرست که اون کارو نمیکنه که. تازه اگر وطن پرست هستی بیا به ما بگو ببین این عشقی که تو به وطن داری، این علاقهی که تو به وطن داری، راجع به این عشقت چه کردی، چه کاری کردی؟ نمیتونی که راه بری بگی من آره من عجیب آدم وطن پرستی هستم. اینه مسئله.
یعنی من حرفم رو حرف شماست، یعنی من حرف شما صحت داره و اون که نه آقا نیستی، وطن پرست نیستی، نبودی. کسی که وطن پرست باشه که این اعمال رو انجام نمیده که. پس هر که یارو میخواد از مملکت تره، یه دم که تر رفتن. آدم وطن پرست که اینجوری نمیشه که. پس ما به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که باده، هر حرف میزنه، فقط حرف میزنه. همین که از آن شما داشتی مثلا میگفتی حرف باده، هیچی. چون عملی که بیاد و صحت بده به اون حرفی که داره میزنه نیست، اونه که نیست، کارنامه ای نیست که بیاد اونو ساپورت کنه. آقا تو حرفی که میزنی باید ساپورت کنی. آقا من آدم وطن پرستم. ای هستی؟ چرا؟ چی شده؟ چی کار کردی؟ خب معنیش مثلا چجوریه؟ اینطوریه. اینی یکی هم الان راجع به مطالب امروز که شما میگی، من ببینید آقای بهبانی، من این مثلا به نظرم میاد، من میگم که ما حالا ما رو میگم، حالا خودمونم میگم دیگه، ما هم خاطی ای ردیم. مثلا الان میاد میگه که ایرانی جماعت، آقا ما دموکراسی میخواییم، ما مملکت آزاد میخواییم، نمیدونم اینو میخواییم، پادشاهی نمیخواییم، اونوری میخواییم، اینوری میخواییم. حالا من چی میگم؟ آقا خواستن ببین هیچ کدوم از اینا اهمیت نداره. چرا؟ باز من میام میام مثال خانوادگی میذارم. آقا ما تو خونه نشستیم، اومدن ما رو گروگان گرفته، یارو چاوچشه اومده ما رو گروگان گرفته. حالا تو ای بشین بگو که ببین وقتی من آزاد شدم زنمو میبرم سینما، میبرم فلان رستوران، واسه بچه هم گل میخرم، واسه این یکی ماشین میخرم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. خب تو که نمیتونی هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، نمیتونی، اصلا حرف زدنش ضایعه هست. چرا؟ چون یارو گروگان گرفته تو رو، تو حق این چیزا رو نداری. من نمیفهمم. ما آقا ما وقتی میگم ما، میگم ما ایرانی ها، ما ملت، بنده هیچ گونه حرف دیگه ای نباید بزنم به غیر از این که این نظام فاسد باید از بین بره. یعنی تنها درد من، تنها حرف من باید این باشه. به خاطر چی اینو میگم؟ به خاطر اینکه بقیه چیزها، بقیه مطالب زایه است تا زمانی که اینجا اون تو این موقعیته. فرق نمی کنه. بنده دموکراسی میخوام. خب میخوای که میخوای. تا زمانی که سید علی هست که من که نمیتونم دموکراسی بخوام که. تا زمانی که سید علی در تهران نشسته، بنده که تقاضای دموکراسی نمیتونم بکنم، تقاضای آزادی نمیتونم بکنم، تقاضای رأی دادن نمیتونم بکنم، هیچی نمیتونم بکنم. تا زمانی که اون زایه رو از میدون برداشتم. پس یعنی چی؟ یعنی این که تنها کاری که فعلا جلوی من هست، ببین این میمونه اتاق مثلا پر آشغاله، درسته؟ توش پر آشغاله. یکی بیاد بگه آقا من دوست دارم این اتاق رو جارو بزنم. آخه تو که جارو نمیتونی بزنی تا اون آشغال رو از اتاق خالی نکردی. اتاق پره، اتاق پر رو که نمیتونی جاروش بزنی که. آخه نمیشه که، این چه جور منطقیه؟ پس ما وظیفمون، یعنی به غیر از حالا وظیفه، اونم ببین اصلا کنارم نمیذارم، یعنی نمیگم اون که این در کنار اون، هر دوتا با هم، نه دوتا ستایی چارتایی نیست. ما یه دونه کار داریم، یه وظیفه داریم، اونم اینه که این چاقوکش رو از اون مملکت بکشیم بیرون. چرا؟ چون تا زمانی که نکشیدیم بیرون هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم، هیچی، صفر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون اونجا نشسته و کنترل داره تا
داره کنترل رو همه چی کنترل داره. میگه آقا من انتخابات آزاد میخوام، اون میگه بخوردی. آقا یه خود دموکراسی بعد نیست، خلق کردی. آقا کراوات چیز بعدی نیست، بخوردی. خب این که صفتاشم اینجوری باشه که داستان جلو نمیره که. خیلی ممنون از وقت دارم. متشکرم. خب همه اینا رو گفتی آقا منصور، راجع به اصل موضوع حرف نزدی که جواب این دوستمون رو چی باید بدیم. این بزرگی که زنگ میزنه و اینجور با مهر و عشق و محبت اصل تر رو قبول میکنه، مشکلش رو بیان میکنه، میگه وقتی زنگ میزنی این مسائل پیش میاد، این رو چجوری جلوش بگیریم؟ واسخه این رو بدید. حرف 100% درسته. این یه چیزیه که فقط در ما نیست. من باورم بر اینه که باورمه که این از اون بالا میریزه رو صفحه، میاد پایین، شور میخوره میاد پایین، شوره میکنن. برای این باید چیکار کرد؟ جنتی امروز گفته که ایران جامعه فاسده، بسیار فاسده، ربا و رشوه‌خواری و فلان اینا همه جای گرفته. رحیمی، محمد رضای رحیمی میگه دوزا را افتادن، میگن آی دوز، آی دوز، دوز رو بگیر. این از بالا میریزه. یعنی به جای اینکه به این مسئله، خود آقای جنتی رئیس فساد و رشوه و رباس خودشه، خود پاشو میذاره بیرون، انگوش اتهامش رو به سمت دیگری دراز میکنه. نمیتوانی، حرف حسن دایی حرف درستی بگو، نمیتوانی بگی آقا یارو میخواد بیاد مجلس، آقای محمد امینی میخواد رضا پهلوی بیاد مجلس ایران، مجلس ایران 30 ساله به توپ بستن. بیا راجبه این حرف بزنی. بفرمی بفرمی دایی جان. سلام. سلام قربان جانم، بفرمی دایی جان. حالا شما خوبه؟ من ما... وقت شدم برنامه زنده هست. بله قربان. من در مورد جواب اینه که میگفت سخت تلفن زدن میخواستم بگم. بفهمید، خوشحال میشه. این اصلا هم سخت نیست، من نمیدونم این یا میخواد تذیب روحیه بده یا فکر میکنه اینجوری سخته. هیچ سختی هم نیست، هزاران تلفن هست، همه هم ارگان های دولتی هن. به هر کدوم ما زنگ بزنیم، واقعا من امتحان کردم، من زنگ زدم ارومیه، زنگ زدم تهران، زنگ زدم ولی هرچه براخره سوینده گفت یابنده است. بله شدنیه. یعنی نه شدنیه، 100% هم شدنیه. به قول شما حالا لازم نیست که به خود دفتر آیت الله زنگ بزنیم، همون دفتردارش هم ورداره، بالاخره با همونم ما حرفمونو میزنیم. دقیقا. بگیم آقا این کار چی میکنین آخر عاقبتش دودش به چشم خودتون بقیه خواهد رفت. فقط خواستم این عرض کنم. ممنونم ازت، سپاسگزارم. خدا نگهدارت باشه. البته این دوستمون درست گفت، یعنی تجربهش رو با همین دفتر کثافت اینجا داره. مثلا زنگ بزنی اینجا، خب میره انسرین ماشین، میگه یکو بزن، دو بزن، با کی کار داری، فاخر میگه پیغام بزن. ولی پیغام بزن، پیغام بزن، چشکاری نداره، پیغام بزن. نهایتش همینه که میگی دیگه، یعنی میریم به انسرین ماشین میرسیم، به پیغامگیر میرسیم، پیغام میزنیم. همه داستان بسر این است که نشون داد، در طول این سالها نشان داد که اگر هر کسی آمد و یه طرحی رو آورد، مردم به اون طرح اقبال نشان دادن، بعد رفتن ناامید شدن برگشتن، رفتن ناامید شدن برگشتن. مهم در اون داستانی است که این نشون میده که این آماده رفتن است، آمادگی درش وجود دارد.
ماجرای هسته یادت نره، ترش قلایی پول خورداتونو جمع کنیم. آقا پول خورد منم جمع میکنم، منم یه قلک دارم اینجا، پولا سنگینه از جوان در میرم میرزم اون تو، ولی آخر ما میرم اونو در میرم، چون اون همه یه پول منه و باعتش قسط خونه چی بقیه خونه رو بدم، آب خونه رو بدم، کرایه خونه بدم، من پول بنزین ماشین رو بدم، اونو بدم، اینو بدم، میرم میرزمش بانگ، اینجوری دستگاه برر میشماره میگه آقا 20 دلار شد، 20 دلار رو ور میدارم. شد 200 دلار، شد 500 دلار. من که نمیتونه، آدم که نمیتونه که ماهی مثلا 500 دلارشو بذاری که نداری اونقدر که آخه همه 500 دلار هست، چی چیلو من 500 دلارشو بذارم کنار؟ طرحش اقبال، اون نکته اینه که اون اقبال رو نشون داد، طرح قلابی بود، طرح رو هوا بود، علکی بود، ولی اینکه آقا گوشی تلفن ورد و زنگ بزن که چه اشکال داره؟ خب این که شدنیه، تو میتونی هم تلفنشو داری هم شماره تلفن یارو رو میتونی داشته باشی. کلی این وبسایت ها هستن که اصلا این شماره تلفن ها رو نوشتن، از این خودمون تولید کردیم ها، یعنی من و تو، آدمایی مثل من و تو در خارج کشور، مثلا تقویم مثلا فروشگاه حسین قلی خان اولش هم یه سری شماره تلفن رو نوشته، همونا کافیه دیگه. شدنیه کار ما، آزار ایزا باید باشه کار ما، این باید باشه. آقا منصور داره تعریف میکنه یارو ما رو گروگان گرفته، ما میگیم بعدا ما تو رو میبریم چلو کبابی، یک چلو کبابی بهت میدم، میگه بابا من گشنمه الان گشنمه، توی من میگه هفته دیگه من رو چلو کبابی، من تا هفته دیگه زنده نمیمانم. بعد قول تو هم وجاهت ندارد، چون قول بر آینده است، قول بر آینده وجاهت قانونی ندارد، شرایط تغییر کرد، منصرف شده. میخوای یه خونه بخری، یه خونه بفروشی، فرض کن میری اونجا یه قرارداد می‌نویسی، مثلا می‌نویسی که 2 ماه دیگه ما میریم مثلا به معزه، ولی می‌بینی که همیشه یه رای اونجا داره که شما از اونجا فرار کنی و نری معزه. چرا؟ چون که قول با آینده است، هزار تا سوراخ توشه، افتادم پام شکست نمیتونم بیام، دلم درد گرفت رفتم مریض خونه نمیتونم بیام، امروز همین الان بگو چه بکنم. فکر نکنی مثلا ما فقط از این پیغام ها میگیریم، اینقدر تلفن پشت خواه مادرم برای ما میاد، فحش های رکیک زن و بچه باید ما میدن، ما که یعنی من چند تا موضوع باور، باور به خودم نه باور به دیگری، اینکه مردم رو از هیت بیرون کنیم، از ادبیات اون کلمه مردم رو بذاریم بیرون، فکر کنیم مثلا همچی کلمه‌ای وجود نداره، یه جوری حرف بزنیم که این کلمه مجبورشیم این کلمه رو یه جایگزین براش پیدا کنیم، چی میشه؟ میشه من و تو، حی، حاضر، زنده. وجودش غیر قابل انکار است، وجود است، تعریف نیست، دوتاست، یکی تعریفه یکی وجوده.
اصلا فلسفه. تعریف رو بر رها کرد، به سمت وجود بعد رفت. ما چی قابل لمسه، میشه ببینیم. من سعید بیبانی، این آدرس همه، اینم تلفن همه، اینم محل همه، اینم همه چی. شما اسم دین معلومی، تلفن دین آقا منصور از شمال کالیفرنیا زنگ میزنه، اینم شماره تلفنشه، اینم حیه، اینم صداشه، اینم خودشه. مردم از کجا من پیدا کنم الان؟ یکی اینکه منتظره به این که مثلا یک جمع مثلا 50,000 نفری بشه، نه، هیچ وقت نمیشه. جمع همیشه از یه آدم های کوچولو 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 شروع میشه. حرکت بهمنیه، بهمن که حرکت میکنه از اول که یه تون نیست که، از یه چیزی قلی میخوره اونجا، این قلی که خورد یه چی بهش میچسبه، اون یکی بهش میچسبه، این وزن باعث میشه که هلش میده، خود وزن حرکت که میکنه هی بهش اضافه میشه، هی بهش اضافه میشه، میشه توده. یک توده عظیم میشه، بهمنوار خراب میشه دو سر مردم. باور کنیم خودمون رو، توان خودمون رو باور کنیم. اصغر کریمی از بچه های کمونیست کارگری سالها پیش 2002-2003 اینا نوشت، گوی یارو که مثلا احمد عمویی رو امروز بردن، بدبخت بیچاره، چی کاره است؟ روزنامه نگاری بوده، یه روزگاری هم مجاهد بوده، چی بوده، زندانی بوده، همه چی بوده، اینا اومده رفته سرش انداخته پایین، شده روزنامه نگار، رفته اصلاح طلب شده، رفته تو موضوع خاتمی و روزنامه و اصلاح طلبا و دوره رفسنجانی و مجلات و روزنامه، اینا رفت شده روزنامه نگار. بردنش تو زندان گوهردش، تبعیدگاه، بردنش به بند اونجایی که در حقیقت انفرادی که آدم ها رو آماده میکنن برای اعدام، یه لحظه دیگه صداش میکنن که بیبریم اعدامت کنیم، یه لحظه خودت بذار جایی یارو. نرگس محمدی، همه اینا به روز جاوید تهرانی از بچه های 18 تیره، 18 تیره 78 الان چند و چنده؟ یه ماه دو ماه فرار کرده از ایران، اومده رفته ترکیه، رفته دم یو ام، بهش گفتن برو سوریه، اومدن اینجا یه سال نیمه دیگه بیا، هیچ کس نیست که به داد این آدمه برسه. پادشاه پلمانی نمیم سدر اینا مزخرف آقا، اینا برای شکم گشنه من مثل آدامسه، هر چی به جایی چی تو شکمت نمیره. اون چی که معلوم است، اون چیزی که حضور داره، یه نظام فاسدی است در ایران. این فسادش رو توسعه داده است در خارج کشور، سایه انداخته. محمود مرادخانی میگه که غالب این حرفا رو خود جمهوری اسلامی ترویج میکنه، مرده داییشه علی خامنه‌ای. پاسخ بدید که در مورد این که این دوستمون گفت، یه دوستی زنگ زد گفت نه من زنگ زدم به آذربایجان، به این ور به اون ور، شده میشه زنگ بزنید، شروع کنید این کارو،
نه فوش بدی نه فضیحت بدی. میگم این دختره چیه؟ مسیح علی نژاد. زنگ میزنه باشون حرف میزنه دیگه، اونا هم فوشش میدن، سر به سرش میزنن، حرفای رکیک بهش میزنن، وایسه در حرفش میزنن. این بیشتر میره تو اعصاب اونا تا مثلا کنگره نمیدونم فلان. بریم بروکسل، حالا این دفعه استکهلم نشد، واشنگتن نشد، بریم بروکسل. میگیم چه فرقی میکنه؟ میگه آقا بروکسل خیلی خوبه دیگه، حالا همه روزنامه ها میتونن بیان، خبرنگارا همه حاضر میشون. خیلی خوبه، دردی از من دوام میکنه. اون فکر اینه که بره با فلان مؤسسه کارنگی، با فلان مؤسسه نمیدونم مرکز مطالعات جورج بوش، کتابخانه جورج بوش، چی بکنه؟ تماس بگیره، حقوقش رو بگیره، مزدش رو بگیره. اون یکی بتونه بره به گروه اون یارو بفروشه. جورج سایروس، اون به درد من نمیخوره، کمکی به منم کنه. راست میگی، زنگ بزن تهران دفتر تلویزیون تهران 98 کشور ایران میگیری با پیش شمارش، هرچی از 2-0-0-11 هر کجایی که هستی، 98-22-16-77-80. نگری 220-58-208-221-16-46-14. تلاش کنید این شماره تلفن‌ها رو پیدا کنید، ایمیل کنید، ما یه لیستی درست کنیم بذاریم روی صفحه تلفن‌های ضروری. هر کدومتون تلفنی دارید به ما ایمیل کنید، یه لیستی درست میکنیم میذاریم روی صفحه، میگیم آقا این شماره تلفن هاست. روزی 20 تلفن بزن، مهمم نیست چه ساعتی زنگ میزنی، چون قصدی نیست که با یارو بشینی در دل کنی، که میخوای پیامتو بگی، شب باشه، صبح باشه، نصف شب باشه، هر ساعتی باشه. 20 تلفن برای خودت پیدا کن، 20 تلفن زنگ بزن. تو یه نفری هم این کارو بکن، کاری به بقیه نداشته باش، خود این کارو انجام بده. بعد یه وقت داری زنگ میزنی، رفیقت از زنگ پرسید چی کار میکنی؟ میگی من این کارو میکنم، من الان یه هفته است دارم این کارو میکنم. میگه ای بابا بیکاری این کارو میکنی؟ ول کن بابا، گوش نده، بگو آقا من این باور کردم این کار درسته. او وقتی باور تو رو ببینه و رفیقت باشه، 100% به شما جذب خواهد شد، او هم به دنبال شما خواهد آمد. اولش انکار میکنه، اولش میگه آقا ول کن بابا، میخوایم بریم ایران و سلین کار نه. اما نشون داد 88 یه چیز دیگه نشون داد، که این مردم ها آماده هستند. همون مردمانی که اومدن تو خیابون شمع روشن کردن، چی کردن، ندا نوشتن، بعدم رفتن ایران که باشون هم کسی کاری نداشت. میاد همجوری خود به خود اضافه میشه، میجوشه، از درونش غلیان میکنه، میزنه بیرون. کرج، اطلاعات امنیت سپاه پاسداران کرج، اینا تلفن ها رو خودشون اعلام میکنن تو ایران ها. 98-261-66-52-30 یا 98-261-665-2000
اطلاعات امنیت سپاه کرج زنگ بزن. اون یارو هم که اونجا نشسته مثل من و توه، آدمه، میری تو اعصابش، اعصابشو خراب میکنی، کلافش میکنی، تلفن در زنگ میخوره، بفرمایید دفتر اطلاعات من سردار پاسدار حسین قلی حسنقانی، شما میگی آقا نکنید این کار رو، شرم کنید، دودش به چشم خودت میره و خانواده. مرحمت آزیان او اول تعجب خواهد کرد، بعد که تکرار بکنی و میبینی آقا یه موضوع جدیه. مثلا برات مثال میزنم دیگه، مثالای زنده. وقتی ما سال 99 نامه نوشتیم که آقا بیا یه نامه بنویسیم و به رؤسای مملکتمون بنویسید که آقا این مشکلات ماست، ما این گونه میخواییم، و روز مثلا 14 فوریه که روز والنتاین است اینا بره رو میز اینا چه اثری میگذارن، گفتیم آقا هر کسی بیاد این رو متن ما مینویسید، این متن رو ترجمه کنید، نه یه متن دیگه بنویسید، همین متن رو ترجمه کنید، نه یه متن دیگه بنویسید، چیزی بهش اضافه کم نکن، همین رو ترجمه کن. و گفتیم که آقا میشه اینو بدی یه دار و ترجمه ای بهش، بگی آقا اینو به روسی، چینی، نمیدونم منگولی، همه زبونا ترجمه کن، یکی 20 دلار بدی همه رو برات ترجمه میکنه، به زبان فصیح برات ترجمه میکنه، ولی خاصیت نداره، برای اینکه میگه که آقا اینا یه نفر نیسته، یه دیوونه نیسته، اینا رو همه رو نوشته. اما اگر که هی بره ببینه که این انشا با اون انشا فهم کنه، این کلمهش از یه کلمه ساده تر استفاده کرده یا یه کلمه قوی تر استفاده کرده، یه ذره این وکابولریش با اون یکی فهم، میفهمی که این یک تودهی پشت این قضیه خوابیده، بهمنی پشتش خوابیده. توضیح دادیم همون موقع که چرا خودمون ترجمه نکردیم و بگیم آقا این نامه‌های ترجمه شده، شما بردیم زحمت بکشیم پست کنید فقط. نه، خودت ترجمه کن، چیزی هم بهش اضافه نکن، چیزی هم ازش کم نکن، همینی که نوشتیم همینو ترجمه کن. این هم همونه، هی صدا عوض میشه، این رفت یه رفت حالا زنه، یه رفت مرده، یه رفت جوونه، یه رفت مسنه، یه رفت پیره، یه رفت صداش کلفته، صداش نازکه، این با اون فرق میکنه. نابودش میکنی ظرف یه ماه، مثل اسخر ترقه میاد تو خیابون اینجور سرشو میدونه، کاری که الان شده، این که میگه برو بزن میکشیم مخل امنیت هم باشی، و این که اسخر ترقه هست میترسه، شرایطو داره میبینه، به اینه تو نمیبینی، من نمیبینم، او در مرکز اطلاعات اخبار نشسته. آقا یه در گرفتیم، چی هن؟ آقا اینا اومده بودن کمربند انتحاری بسته بودن، بمب بسته بودن، میخواستن نابود کنن، ارتش بزرگ شاهنشاهی پریده رفته گرفته. حالا این دفعه دیگه ارتش داره یواش یواش وارد صحنه میشود. خوب دقت کن به این بازی ها. بعد که مدد میکنی، بله و افسران پاسدارهای ما رفتن اول گرفتن، بله بعد نیروهای جانبرکف ارتش دنبال کرد. ارتش چیکار داره به این کار؟ ارتش کارش اینه بده مرز وایس لب مرز جنگ شد داره جنگ کنه. چیکار داره به اینکه نفع کمربند انتحاری بسته اومده تو شهر میخواد خودشو منفجر کنه یا نکنه؟ چه ربطی به ارتش داره اصلا؟ کار ارتش که این نیستش که. خوشبختانه دیکتاتورها همشون از یه کوچه گذر میکنن. ارتش بود جمع تو همون شرایط انقلاب در لندن مصاحبه کرد، با این شاه دیوونه است، ارتش رو نمیارن تو خیابون، که ارتش که کارش این نیست، ارتش هم بلد نیست این کارو، دوره این کار نیده، ارتش دوره ده که اگه دشمنی خارجی وارد شد چگونه باش مقابله کنن.
بلکه این پلیسه که امنیت و نظم شهر رو برات بلد باشه. تو باید پلیسو بیاری تو خونه، ارتشو هم ارتشو میاری یارو گل میذاره تو لوله تفنگش. آخه نمیتونی مقابله کنی. یاد نگرفته که رو به رفیقش اسلحه بشه، این یاد گرفته که دشمن در چشمه این یه یونیفرم پوش بیگانه است. پاسمانه یاد گرفته که آقای مخل بساتشو بزن به هم. کار ارتش این نیست که بیاد بگه که ما کمربند جلسقهی پیدا کردیم منفجر بشود. چشم، درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در خدمت خواهیم بود. بله، با سپاس از همه محبت های شما خوبان نازنینم. مثلا کسایی که توی انگلیس هستن، یه جای دیگه که یه دوستی گفت که میشه باش تماس بگیری، یه دفتری که سلمان صفوی دفتر رهبری رو در حقیقت در لندن اداره میکنه، تلفونش از 44 که لندن انگلیس 20 76 92 24 91. اینا آسونه پیدا کردن این شماره تلفن ها. مشکلی ما با از بابت پیدا کردن شماره تلفن نداریم. فقط یه چیزی که باز لازمه که تکرار بکنم اینجا اینه که شما تصور بکن، خیال کن. خیال که میتونیم بکنیم که، یا اجازه خیال کردن هم نداریم، فقط باید فکر کنیم که باید برگردیم و فر ایزدی رو بیاریم رو مملکتمون درست میشه. چگونه میخواییم این کار رو انجام بدیم؟ منصور درست گفت، شما رو گروگان گرفتن، شما نشی میگی که من میبرم سینما بعدن. به زبان بسیار ساده پاسخت قوی داد. شما تصور بکنید که نیم درصد این داستان اینا رو به حرکت در بیارید، نیم درصد از این مجموعه رو شما کلافه کنید، دودمانش رو به باد خواهید داد. بوشی تلفن وردار بگو آقا زندانیان رو آزاد کنید. شروع بسن یک کلم، زندانیان سیاسی رو آزاد کنید، اعدام را متوقف کنید، زندانیان را آزاد کنید، اعدام را متوقف کنید، زندانیان را آزاد کنید. همین. شما با این حرکت به طور قطع و یقین یک شکاف بزرگی رو ایجاد خواهی کرد. اون روش‌های دیگه رو استفاده می‌کنه. حالا مثلا تا باکو پول میده، هر کی بره مسجد از مسجد بیاد بیرون یه پولی بهش میدن میذاره جیبه. ایمانی در کار نیست. منابع ثروت و قدرت هست، ایمانی نداره یارو. شما میتونی این آدمه رو متزلزل کنی، ایمان نداره دیگه، فقط بستر قدرت و پول نشسته. به همین سادگی میشه اینو نابودش کرد. یه جمله رو دیدم که مجید محمدی نوشته. میدونی مجید محمدی از جمله دانشجویان دانشگاه پهلوی شیراز رشته مهندسی بود دیگه. او به همراه کدیور و نمیدونم ابراهیم نبوی و یه سری از این بچه ها، اینا همه دانشجوهای دانشگاه پهلوی شیراز بود. با انقلاب و اینا رفتن حوزه و کدیور عمامه بس کلش. ابراهیم نبوی رقاص شد در پارلمان اروپا، شروع کرد به ترقص. مجید محمدی برگشت و جامعه شناس شد و رفت جامعه شناسی خوند و الان در نیویورک نشسته و مرتب
گفتگو میکنه، مینویسه. او مینویسد که ناشر غیر امین و تبلیغات سیاسی، میگه رژیم جمهوری اسلامی یک مخاطره‌ایه. خوب دقت کن، خوب دقت کنید. میگه که رژیم جمهوری اسلامی یک مخاطره امنیتی برای مردم ایران، منطقه و دنیاست. باور کرده اینو. تو هم باید اینو باور کنی. باور کنی که رژیم جمهوری اسلامی مخاطره است برای امنیت انسان، منطقه ایران، همه جا خطر ایجاد میکنه این. پس باید بکنیش. نمیفته، خودش خوش نمیشه بریزه. اون مرتب در حال بازتولیده. سالها پیش اومدن همین مهدوی کنی و اینا فکر کردن این دانشگاه ها رو درست کردن، گفتن آقا ما نیاز داریم، ما که بالاخره تا ابد در نیستیم که، نیاز داریم که این ادامه پیدا کنه، بریم دانشگاه هایی درست بکنیم، مراکزی درست کنیم که مثل خودمون، جنس خودمون تولید کنه. امام صادق، امام حسین این چیزا درست کردن. آدم های آلودهی مثل مصباح یزدی و اینا اومدن تو صحنه. مجید محمدی باور کرده که رژیم جمهوری اسلامی یک مخاطره امنیتی برای مردم ایران، منطقه و دنیاست. مشکل صرفاً برنامه اتمی رژیم نیست، خود آن است. در تبلیغات سیاسی و سخنان سیاستمدار در جوامع غیر دموکراتیک کمتر جایی برای جملات شرطیه میتوان یافت. کار محقق بیش از دادن پاسخ طرح پرسش است برای قلقلک دادن اذهان. چرا کسانی که خود را لابی سپاهیان و روحانیت نمیدانند با تحریم فروش نفت ایران مخالفت میکنند. اکبر گنجی اخیراً نشر ایده های مرا در حوزه مسائل مربوط به براندازی اپوزیسیون، مخاطرات امنیتی جمهوری اسلامی و مشکلات برنامه اتمی آن به جد بر عهده گرفته است و هر جا با مناسبت و بدون مناسبت به تر آنها میپردازد، اما ناشری امین نبوده و برای برساختن یک دیدگاه غیر میهن دوستانه و ضد ملی در برابر دیدگاه ظاهراً میهن پرستانه خود به دستکاری و حذف و تحریم آنها اقدام کرده است. البته همانطور که خرده‌ای بر میهن پرستی افراد نمی شود گره، یعنی اگر تعارضی با اولویت‌های دیگر آنها مثل پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر نداشته باشد و در تاریخ فکری آنها بتوان اثری از میهن دوستی یا میهن پرستی یافت، بر نامیهن پرستیان ها نیز نمیتوان خرده گرفت. زیلن برخی از تحریفات و دستکاری های نابجا را که فقط در نیمی از یک پاراگراف، یعنی در یکی از ده ها مطلبی که مستقیم و غیر مستقیم علیه دیدگاه های من نوشته و بدان ها پاسخ نداده هم ذکر میکنه. این نیم پاراگراف این است: محمدی به طور همزمان موافق پیاده کردن مدل لیبی در ایران و ایستادن اپوزیسیون ایران در کنار دولت‌های غربی در حمله به تأسیسات اصلی ایران، حمله نظامی به ایران، پول گرفتن اپوزیسیون از دولت‌های خارجی، تحریم‌های نفت در برابر قضا علیه ایران است. اما من به طور همزمان مخالف همه اینا هستم. نه موضع او وسط طلایی ارسطوییست، نه موزه من. حذف جملات شرطی در تمام مطالب و مصاحبه‌هایی که داشتم همواره از جملات شرطی برای بیان نظرات خود استفاده کردم. آقای گنجی در تمام نقل قول‌هایی که در مطالب خود از نوشته‌های و مصاحبه‌های من آورده، یعنی در بسیاری حتی اسم مرا بعد از نقل عین صدها کلمه نیاورده است و مثل اعلامیه‌های کمونیستی برخی عبارات و کلمات را پررنگ‌تر می‌سازد تا مخاطب را تهییج و تحریک کند، عبارتی مثل اگر در صورتی که و مانند آنها را حذف کرده. به عنوان نمونه در بحث لیبی من همواره گفتم که اگر روزی خامنه‌ای و دوستان اراده کردند مخالفان داخلی خود را مثل موش صحرایی یک به یک بکشند و با هواپیمای نظامی به شهرهای ایران حمله کردند،
آنگاه دخالت نظامی برای نجات جان ایرانیان را ضروری می‌دانم. این جمله شرطیه را ایشان به معنای حمایت من از حمله نظامی به ایران همین الان و توسط ایالات متحده و اسرائیل گرفتن. در مورد دیگری من گفتم که اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این واقعیت دست یابد که جمهوری اسلامی در پی ساختن بمب اتم است و ایالات متحده و اسرائیل به این تاثیرات حمله کنند، آنگاه اپوزیسیونی که دموکراسی برای آن اولویت است بهتر است در این موضوع در کنار غربی ها بایستد، چون جمهوری اسلامی ابتداعا برای شهروندان ایرانی مخاطرات امنیتی به بار آورده است و نه مردم کشورهای منطقه یا کشورهای غربی. آقای گنجی این جمله شرطیه را به معنی دفاع من از حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی یعنی به طور مطلق و همین الان گرفتن. ظاهراً جمله شرطی در ادبیات تبلیغاتچی های سیاسی جایی ندارد و کسانی که در پی کسب قدرت و بازگشت به ایران بر روی امواج عامگرایی هستند نمیتوانند این گونه گزاره ها را ببینند. در تبلیغات سیاسی و سخنان سیاستمداران در جوامع غیر دموکراتیک کمتر جایی برای جملات شرطیه میتوان یافت. تبدیل پرسش به حکم. بخش دیگری از مطالب من در باب مسائل فوق به صورت طرح پرسشی در برابر احکامی که سیاستمدارانی مثل آقای گنجی صادر می‌کنند، یعنی مجموعه‌ای از بکن نکن‌ها عرضه شده است. کار محقق و پژوهشگر بیش از دادن پاسخ تر پرسش است برای قلقلک دادن اذهان، اما آقای گنجی جواب پرسش‌های مقدر مرا خود داده و بر اساس آن عقاید مرا استخراج کرده است. ظاهراً در قاموس اهل سیاست و برای کسانی که به هر قیمت به دنبال کسب قدرت در حیطه افکار عمومی هستند، تردید و پرسش‌های پاسخ نداده شده یا اصلاً پرسش‌های بدون پاسخ وجود ندارد. به عنوان مثال بخش عمده مطلبی که من در سایت بی بی سی فارسی در باب مدل لیبی نوشتم، پرسش‌هایی است که مخالفان با این حمله پاسخ ندادن. ایشان به جای پاسخ به آن پرسش‌ها با زدن یک برچه از کارش را انجام شده تلقی می‌کنند. زرنگی تبلیغاتی. نیم پاراگراف فوق را گنجی در میان مطالبی که به ایده‌های من در باب احساس مرجعیت اخلاقی اسلامگرایان و روشنفکران دینی پاسخ می‌دهد، بدون هیچ ربط منطقی بیان کرده. ظاهراً ده ها نوشته‌ای که ایشان در پاسخ به آن مطلب نوشته احساس رضایتمندی کافی برای کودک شیطان درون وی ایجاد نکرده و از هر موقعیتی برای بیان همان مطالب بهره می‌گیرند. همگان مواضع ایشان را می‌دانند و تکرار بی ربط آن در بس از حد وسط ارسطویی و مدعای مرجعیت اخلاقی روشنفکران دینی صرفاً متوجه به تبلیغات سیاسی و اثبات برادری به نیروهای ضد امپریالیست است. این را میگویند زرنگی که حدی از آن متایبه آمیز و حاکی از فتانت است، اما وقتی نمکش زیاد شد شور خواهد شد. تأکید بیش از اندازه بر مواضع در همه جا به کار درست کردن حزب سیاسی می‌خورد، نه تبیین دیدگاه. خیال اکبر را از این موضوع راحت می‌کنم که نه به دنبال درست کردن حزب سیاسی هم، نه پیدا کردن هوادار که ایشان مخاطبان خود را از ایده های من می‌ترساند. گنجی می‌پندارد با توصیه دیگران به خواندن یک اثر و ردیف کردن سیلی از اسامی نویسندگان در نوشته‌هایش و به طور ضمنی بی سواد خواندن صاحبان دیدگاه‌هایی که نمیپسندد، میتواند منتقدان تبلیغات سیاسیش را مرعوب کرده و از میدان بدر کند. بفرمایید. ایشان همانند اسلامگرایان حاکم میپندارد که لیبرال یعنی کسی که فوراً جا میزند یا به مرجعیت فکری افرادی که معلوم نیست کجا ایستادن تن در میدهند.
این نوعی بازگشت به ادبیات سیاسی گروه‌های چپ و سوسیالیست‌های مذهبی در سال 1157 است. تحقیر سیاست اقتدارگرایان و تمامیت طلبان است. چرا گنجی فکر نمی کند دیگران هم مثل وی می توانند نام ده ها کتاب یا نویسنده را در نوشته هایشان ردیف کنند؟ اینترنت و ویکی‌پدیا این کار را برای همه آسان کرده است. این روش های کودکانه و ارزان وی را به انگاره های فکری و رفتاری چپ های مذهبی و مارکسیست های دهه 60 سقوط می دهد. وی به جای نگاه به منطق طرف مقابل به سوابق تصور شده وی در نگاه خود می پردازد. به عنوان نمونه اگر در بحث از وسط طلایی به منطق استدلال، یعنی به جای توصیه دیگران به خواندن آثاری که لابد فقط وی آنها را خوانده است تمرکز پیدا می کرد، شاید متوجه تمایز وچه و ماده در گزاره های منطقی که در کتب کلاسیک منطبق در حوزه های شیعی آمده می شد و وچه یک قضیه منطقی را با محتوا یا ماده آن خلط نمی کرد و وچه مخالفت با دشمنان و دوستان فرضی اسلام را به جای محتوای مخالفت یا دوستی آنها نمی گرفت تا از موضع‌گیری حد وسطی خود در نوشته هایش فرار کند. دیدگاه ها از زبان مؤلف. در اینجا برای آنکه دیدگاه های من در مورد مسائل فوق، یعنی آن دسته از مطالبی را که در مورد آنها تردید ندارم و آنها را به صورت پرسش مطرح نمی کنم، مورد تحریف تبلیغاتچی های سیاسی قرار نگیرد، آنها را به صراحت ابراز می دارم تا آنها از زبان دیگران شنیده نشوند. 1. جمهوری اسلامی در طی 34 سال گذشته نشان داده رژیمی زشکا، فاسد و غیر قابل اصلاح است. یعنی این مدت برای کسانی که حدود 80 سال عمر می کنند کافی است و برای نجات تک تک شهروندان ایرانی با هر عقیده و مرام چاره‌ای بجز براندازیان نیست. معترضان نیز انرژی کافی برای این کار در برابر قلدرهای سپاه و اراذل اوباش حزب پادگانی ندارند و دموکرات‌های عالم از هر ملیت و ایده و مذهب و در هر سطح سازمانی میتوانند با آنها کمک، یعنی هر نوع کمک برسانند. یعنی این کمک‌ها باید شفاف بوده و مخالفان نحوه هزینه کردن آن را به اطلاع عموم برسانند. در کشوری که قاضی دادگستری به بیزه زندانی سیاسی ضربه میزند یا افراد را به جرم خوردن نوشیدن مشروب الکلی پس از دو بار شلاق خوردن محکوم به اعدام میکنند، مردم به کمک خارجی نیاز دارند و این کمک یک ضرورت اخلاقی است. هیچ نیرو منبعی از این کمک مستثنا نیست. کمک مالی گرفتن یکی از روش‌های پیگیری این عمل اخلاقی است که تبلیغاتچی‌های سیاسی حکومتی و غیر حکومتی آن را به عنوان کمک پولی از خارج تحقیر می‌کنند. کسانی که خود از آن رژیم با اعتصاب غذا و روش‌های دیگر نجات یافته و با کمک‌های مالی و فکری نیروهای دموکراسی‌خواه در خارج کشور سر و سامان گرفتند، بیش از دیگران باید در این پیگیری این ضرورت اخلاقی بکوشند، نه اینکه آن را به مسخره بگیرند و محکوم کنند. 2. رژیم جمهوری اسلامی یک مخاطره امنیتی برای مردم ایران و منطقه و دنیا است. مشکل صرفاً برنامه اتمی رژیم نیست، خود آن است. بسیاری از کشورها برنامه اتمی صلح‌آمیز دارند و هیچ مخاطره هم از سوی آنها احساس نمی‌شود. امروز در دنیا چه کسی درباره مخاطرات اتمی برزیل یا آرژانتینای آفریقای جنوبی صحبت می کند؟ به نفع مخالفان این رژیم است که از هر فرصتی برای سرنگونیان استفاده کند. سرنگونی رژیم نه فقط یک ضرورت اخلاقی بلکه یک ضرورت امنیتی است. از این حیث اسرائیل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و اپوزیسیون جمهوری اسلامی دغدغه واحدی دارند و می توانند در این حوزه با هم همکاری کنند.
اسرائیل و ایالات متحده با همه انتقادهایی که میتوان به سیاست خارجی و داخلی آنها وارد آورد، همپیمانان استراتژیک مردم ایران هستند و نه حزب الله و حماس و سوریه. چرا آقای گنجی که اهل سیاست هستند و در موضوعات مربوط به ایران موضع‌گیری میکنند و توصیه میدهند، نمیگویند همپیمانی ایران با کدام یک از کشورها همسو با منافع ملی ایران است؟ اگر از خیلی رأی دهندگان آینده پس از سقوط رژیم که ایشان حتی حکم به براندازی آن ندادند نمیترسند، چرا در این مورد موضع‌گیری نمیکنند؟ البته وقتی به اسم خود مطلب مینویسند مواضع ضد اسرائیلی میگیرند، اما هنگامی که میخواهند مخاطبان و رسانه‌های مستقر در غرب ایشان را ضد موجودیت رژیم اسرائیل تصور نکنند، به اسم مستعار مطلبی از این باب مینویسند. این مضمون که آقای گنجی با موجودیت اسرائیل مخالف نیست، آیا نوشتن با اسم مستعار فقط برای کسانی که با ایشان همفکری ندارند بد است؟ اگر نوشتن با اسم مستعار بد است، ایشان بارها این را گفتند که نوشتن با اسم مستعار بد است، چرا به مطلب نوشته شده در کامنت های سایت های فارسی ارجاع می دهند یا حتی با اسم مستعار به نظرات دیگران در کامنت ها پاسخ می دهند؟ یعنی ایشان تنها کسی است که من دیدم تحت عنوان پژوهشگر به کامنت های مطالب ارجاع می دهند، کامنت هایی که معلوم نیست چه کسانی نوشتن و هیچ کسی هیچ مسئولیتی در قبال آنها نمی پذیرند. 3. از درآمد امروز نفت ایران تنها حدود 1/10 آن نصیب عموم مردم می شود. یعنی واردات مواد غذایی پایه مثل گندم و جو و ذرت و واردات دارو، حتی واردات ماشین‌آلات مورد نیاز و کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید در دوران موسوی و نیز در دوره خاتمی، کشور با همین حدود دلار نفتی اداره می‌شده است. امروز مردم ایران کالاهای صنعتی و الکترونیک و لباس را گران‌تر از مردم اروپا و آمریکا خریداری می‌کنند. به گفته خود مقامات دیگر سوبسیدی به مردم داده نمی شود و گرانی همان یارانه های پرداختی را بیمقدار ساخته است. بقیه درآمد نفت به جیب سپاهیان و روحانیت ریخته می شود. محروم کردن ایران از این درآمدها تنها به ضرر راندخاران و امتیاز بگیران حکومتی، بالاخص گربه های چاق سیاه است. مشخص نیست کسانی که خود را لابی سپاهیان و روحانیت نمی دانند چرا از تحریم فروش نفت ایران که تنها بخشی از آن را تحت تأثیر قرار می دهد نه تنها استقبال نکرده، بلکه با آن مخالفت می کند. شیشه عمر جمهوری اسلامی درآمدهای نفتی است، چون دستگاه تبلیغاتی، دیوان سالاری دینی و ماشین سرکوب با همین درآمدها اداره می شود. اما چرا گروهی این ایده را تحت عنوان نفت در برابر غذا مطرح می کنند؟ تبلیغاتچی ها می خواهند با این تعبیر مخالفت خود را به یاد برنامه نفت در برابر غذای عراق بیندازند که به ادعای آنان 1,000,000 کودک عراقی در پی آن تلف شدند. می خواهند به مردم ایران ایران دوستی خود را با حفظ رانت‌های سپاهیان و روحانیون اثبات کنند. مشکل عراق نه برنامه نفت در برابر غذا، بلکه عدم غذا و دارو در برابر نفت بود. اگر در برابر نفت غذا و دارو وارد می شد و حکومت صدام آن منابع را نیز به تاراج نمی برد، کودکان عراقی تلف نمی شدند. 4. اولویت من دموکراسی و آزادی است. از این جهت موضوعاتی مثل میهن دوستی و استقلال و بیگانه و خودی و مانندان ها همه در ذیل دو موضوع اول برای من معنی پیدا میکنند. بگذارید خیال آقای گنجی را راحت کنم که من خود را شهروند کره زمین میدانم و نه شهروند یک کشور خاص و هیچ احساس دلبستگی ویژه با یک ملت یا مردم ندارم، در عین آن که به همه مردمان و کشورها علاقمندم تا آنجا که رنجی به دیگران وارد نیاید. همچنین در پی کسب قدرت سیاسی در کشور نیستم تا در رفتارها
و طرح ایده هایم ملاحظه خوشایند و ناخوشایند گروه ها و اخشاری در جامعه ایران داشته باشم. برایم مهم نیست سپاهیان و بیت رهبری در برابر نوشته هایم چه عکس العملی نشان دهند. تصمیمات خود مبنی بر دیدار با افراد یا حضور در سمینارها یا امضای نامه‌های اعتراضی را با واکنش‌های حسین شریعت مداری و محسنی اژه‌ای تنظیم نمی‌کنم. تفاوت می‌کنه دیگه. بسیار تفاوت می‌کنه. یه ذره دو ذره هم تفاوت نمی‌کنه. خیلی تفاوت. خیلی تفاوت میگه که ایران به خاطر اینکه از ماجرای نفت و اینا فرار بکنه در حقیقت کشتی‌های خودشو که ثبت کرده در یه جزیره دیگری با پرچم‌های کشورهای دیگه حرکت میکنه و فکر و اسماشون هم عوض کرده و با اسمای نمیدونم فریدام و نمیدونم تروس و از این مزخرفات فهم میکنه که از این داستان میتواند که رها بشود و مشکلش رو حل بکنه، در حالی که به نظر من مشکل ایران چیز دیگری است. همونطور که این دوستان هم اشاره میکنن، مشکل نظام فاسد جمهوری اسلامیه، نه بحث اتمش. اصل خود نظام، اصل خودش فکر کردم که چون در حقیقت از وقت برنامه آقای دکتر انصاری تخطی کردیم، اجازه میخوام که پایان بخش برنامه امروزم رو تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم از این به بعد، و در پایان هر برنامه قبل از این که برنامه به پایان برسد در حقیقت برگردم و مروری بکنیم به صحبتهای یا مطالبی رو که دکتر مسعود نقره‌کار منتشر کرده. فهم می‌کنم که شاید این بتونه به ما کمک
کمک بکنه و یه جور یادآوری و تذکار است برای اینکه این مطالبی که گفته میشه بایستی مرتب به نظر من اینا تکرار بشه، مرتب باید خونده بشه، مرتب باید تکرار بشه تا یه جایی بالاخره این جا باز کنه، یه جایی این باید جای خودش رو باز بکنه. و بذار ببینم که پیداش بکنم. و شروع میکنم از مطلب اولش. ترانه فقط 16 سال و 3 ماه داشت. می‌نویسد سلسله مطالبی که خواهید خواند اظهاراتی که از کارکنان سابق دستگاه قضایی حکومت اسلامی در شکنجهگاه ها و زندان های این حکومت است. او به عنوان شاهد تجاوز به دختران و زنان زندانی، شاهد شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، از گوشه های این جنایت های پنهان مانده جنایتی به نام حکومت اسلامی پرده بر می دارد. ترانه 16 سال و 3 ماه داشت. 3 روز قبل از به قتل رساندنش، گشت منکرات او را در خیابان فرهنگ شیراز پشت اداره دارایی روبروی مدرسه دخترانه ناظمیه یا فاطمیه امروز دستگیر می کند. ترانه زیبا بود و شیک پوش، زیبایی اسیری داشت. این دختر آن روزها اواخر آبان ماه سال 1360 روزگار شکار مجاهدین خلق. حسین بافقی که به وفته خودش دیوانه زیبایی این دختر شده بود او را دستگیر می کند و به زندان سپاه شیراز می آورد. بعد از بازجویی و تعزیر مسلم می شود. او هیچ ارتباطی با مجاهدین و گروه های سیاسی ندارد. من ترانه را روز دستگیریش در راه رو دیده بودم. درست به یاد دارم غروب یک روز شنبه بود. رو به دیوار نشسته بود اما چشمبندش را بالا زده بود. به او نزدیک شدم و گفتم دخترم چشمبندت را بیار پایین، اگر بازجوها ببینن اذیتت میکنن. نگاهم کرد با چشمانی که تا به امروز چشمی به آن زیبایی ندیدم. با ترس و لرز گفت آخه ازش بدم میاد. چشمبندش را میگفت. در همین موقع حسین بافقی بازجو سرشکنجگر هم سر رسید. مکسی روی صورت ترانه کرد و با تشر از ترانه خواست چشمندش را پایین بیاورد و ترانه این کار را کرد. در نمازخانه نشسته بودم که حسین بافقی وحشت زده خبر آورد ترانه خودکشی کرده است. او با او و اطلاعات اسم مسئول زندان بود به طرف سلول ترانه رفتیم، سلول مجرد شماره 2 زندان سپاه شیراز که به پلاک 100 معروف است. در راه به حسین بافقی و اطلاعات گفتم که شما می دانستید این دختر ارتباط سازمانی نداشت و کاری نکرده بود، چرا آزادش نکردی؟ جوابی ندادم. به سلول رسیدیم. در سلول نیمه باز بود و جسد ترانه وسط سلول افتاد و صحنه و جسد داد می زدن که خودکشی در کار نبوده. نحوه افتادن جسد و لباسهای پاره و اوریانی بخشی از بدن یعنی رانها و سینه ها نشان می داد که دخترک خودکشی نکرده است. چشمهای ترانه هنوز باز بود. اطلاعات هم نظرش این بود که خودکشی کرده و گفت از این اتفاقها زیاد افتاده و می افته. این اولین بار نیست. قضیه با حاکم شهر محمد رضای بروجردی در میان گذاشته شد. جسد را به درمونگاه بردیم. من و حسین بافقی و حسینی شکنجگر و گوهر شکنجگر و اطلاعات و محمد براری یعنی مسئول درمونگاه که 2 هفته بعد در جبهه کشته شد بودیم. گوهر
چشمان ترانه را بست و روی بدن نیمه اوریانش را پوشان. حسین بافقی گفت توی آمار زندانیان نیست، اگر اجازه بدین من دفنش میکنم. اطلاعات هم کم کم شک کرد. حسین بافقی را کناری کشید و با او صحبت کرد و حسین بافقی بالاخره واقعیت را گفت. زندانی رو طرفهای زور تحویل گرفتم و قبول کردم از او بازجویی کنم، بردمش توی مجردی، اما حتی یک شلاق هم بهش نزدم. من با یک نگاه عاشقش شده بودم، میخواستم او را میخواستم راضیش کنم زنم بشه. آخر شب رفتم سراغش که باکرگیش رو بردارم. وقتی متوجه نقشه من شد با کف دست زد توی صورتم، منم با موج زدم توی سرش و اون افتاد کف سلول. شورتش را در آوردم و کردم توی دهانش و با روسری‌هایش دهانش را بستم. وقتی کارم را میکردم تقلا میکرد، بیتابی میکرد. وقتی کارم تموم شد دیدم دیگر تکون نمیخوره. روسریش رو روی دماغش بسته بودم و راه نفس کشیدن نداشته، خفه شده بود. مسئله را با بروجردی حاکم شهر در میان گذاشتم. پاسخ حاکم شهر این بود: از این اتفاقات تو هر انقلابی میفته، مهم نیست. بعدها دریافتم که ترانه دختر عبدالعلی بیاد، دبیر دبیرستانهای شیراز بود، دبیری که سالها به دنبال جگرگوشه گمشدهش میگشت. درباره ترانه بیاد و آنچه بر او رفته دوست عزیزم آقای بهرام مشیری نیز در برنامه تلویزیونی سرزمین جاوید گوشه هایی از آنچه در این نوشته آمده است را مطرح کرده. محمد رضای بروجردی حاکم شهر که در آن زمان از هواداران آیت الله منتظری بود، ابتدا در اهواز حکم اعدام ارتشی‌ها را صادر کرد. او سپس به اصفهان، شیراز و تهران منتقل شد. در حال حاضر احتمالاً عضو شعبه 27 شورای عالی قضایی قم هم است و در قم هم زندگی می‌کند. حکم اعدام آقا جری را او تایید کرد. داماد آیت الله مدنی است، آیت اللهی که در تبریز منفجرش کردن. گوهر زنی 27 ساله شکنجگر و بازجوی زندان سپاه شیراز، دختر عوض گاریچی بود. عوض گاریچی با گاری و یابویش در بازار وکیل قسمت قالی فروشا قالی حمل و نقل میکرد. این زن کوتاه قامت و تنومند. بفرم. درود بر شما آقا سعید. درود بر شما عزیزم. آقا سعید، من برنامه پریشب شما حدود 7-8 دقیقه هم یک مرتبه قطع شد، هیچ اطلاعی به شما ندادیم برنامه چی شد؟ ضبط شد میشه ببینی؟ آره عزیزم، الان من نمیبینی برنامه رو شما. برنامه زنده آره، ولی برنامه که شفاف یا آقای بود از بلوچ دعوت کردی اردودی، اون برنامه قطع شد یک باره. آره اینترنت همون قطع شد دیگه، اینترنت یا قطع شد اینجا بخاطر طوفان و... ولی هستی شد؟ آره دیگه هستش، اونو توی اینترنت گذاشتیم دیگه، روی یوتیوب هست، توی فیسبوکمون هم هست، میتونید دنبال کنید. آره تا همون من برم روی یوتیوب ببینم پر. بله بله، روی فیسبوک هم میتونید مراجعه کنید اونجا ببینید، ولی همون جایی که قطع شد دیگه قطع شد دیگه، دیگه چیز اضافه تر بر اون نیست. یوتیوب؟ بله بله. تو فیسبوک نه؟ تو فیسبوک هم هست. چرا؟ هم در فیسبوک میان تیوی هست هم در یوتیوب. اسمش چیه تو برنامه؟ اسمش نمیدونم چی اسمش، اونجا میتونین ببینین دیگه، تو فیسبوک مراجعه بکنید حتما میبینید برنامه رو. باش راجب مقاله آقا من برای درده نامره فرستادم و دیروز فرستادم بودم، چهارشنبه پنجشنبه یه جمعه دستت برسه. ممنونم از لطف شما، سپاسگزارم. زنده باشی. قربان شما. من میرم میگردم. خودتون خسته نباش عزیزم. مرحمت زیاد، سپاسگزارم. قربان. خدا نگهدار. خداحافظ. و ماجرای مسعود نقره‌کار رو من فکر میکنم که این رو باید دائما تکرار کرد.
تکرارش کنیم تا بدانی که تو با چه عجوزه‌ای طرف هستی. این مخل امنیته، مخل آسایش است. من و تو هم بایستی همین روش رو کار بریم. بازم تکرار میکنم، ما میتوانیم از طریق پروژه تلفن، یعنی تلفن زدن به اینها، به سفارتخونه، به دفتر نام تلویزیون، به دفتر خامنه‌ای، به دفتر حسن، به دفتر حسین، به هر مقامی که دستت میرسه، در هر شهری، شهرستانی، در هر کجایی که میتوانی تماس بگیری. یه جمله بیشتر نمیخواد بگی. زندانیان را آزاد کنید، اعدام را متوقف کنید. گوشی تلفن رو بذارید زمین. اصلا هم کاری نداشته باش که چه کسی دیگه این کارو میکنه یا نمیکنه. تو تصمیم میگیری که این کارو بکنی. یه نفره. اینو بر خودت یه نفر وظیفه بدان. تکلیف شرعی بدان. که من چه وظیفه ای دارم در مقابل این نظام فاسد، من چه میتوانم بکنم. من این کارو میتونم بکنم. من به همین راحتی میتونم مخل آسایش اونها بشم. این که نمیدونم نظام آینده، نظام رو بعدن تعیین کنیم و نمیدونم بریم دنبال اون بگردیم و فر ایزدی اینا مزخرفات است. اون که مسئولشه باید خودش را بیفته دنبال این کار. من نمیتوانم بگیرم ببندم بدم دست پهلوان. پهلوان باید بره شمشیر رو از میان دو شیر برداره. وظیفه من نیست، وظیفه پهلوان است. وظیفه خودمون رو بشناسیم، آدرس گمراه نکنیم، آدرس رو اشتباه ندیم، آدرس عوضی ندیم. مطلب جالبی رو از باب تاریخ دوست بسیار خوب ما آقای محمد امینی نوشته و نوشته که نمیدونم چرا رضای پهلوی رفته به اسرائیلیا یه حفر زد. آقای ودیعی هم همینا رو گفت. ولی حسن دایی امروز در برنامه آقای میبودی پاسخ درستی داد. عزیز من، نظام جمهوری اسلامی 30 و چند سال است که مجلس و مشروطه و همه ارکان دموکراسی رو به گلوله بسته. شما بیا راجب این حرف بزن. این رو چگونه حل کنم؟ راهکار بدید. راهکار، مردم آماده راهکارن، نشان دادن به طور سنتی که همیشه آماده راهکارن. میگی به چه دلیل؟ میگم نگاه کن به جنبش اخا، نگاه کن به همه ما هستیم، نگاه کن به حسه، نگاه کن به اون یکی، نگاه کن به اون یکی، نگاه کن به فولادون. چرا اقبال میکرد؟ پس اون وجود داره. ولی به اوهام میکشونده. از تو چیزی نمیخواست، خودش میخواست با 52 تا هواپیما بره تهران. ولی من میگم نه، از خودمون شروع کنیم. من و تویی که میشنوی، گوشی تلفن رو بردارین، زنگ بزنیم به تهران، زنگ بزنیم به سفارت، زنگ بزنیم به هر جا که میتوانیم. ها، زندانی ها رو آزاد کنی، اعدام رو متوقف کنی. ده تا شماره، پنج تا شماره، هر چقدر میتونی برای خود در نظر بگی. هر روز این کارو بکن. منفجرش میکنی. ایمان داشته باش. بریم که از وقت آقای دکتر انصاری هم ضایع کردیم، ولی به علت تأخیری که انجام دادیم مجبوریم که برنامه دوباره جلسه گذشتهش رو تکرار بکنیم، چون آقای انصاری هم، دکتر انصاری هم امروز نیستن. ولی قبل از این که بریم، این محصولاتی خود آقای انصاری تولید کرده، دکتر انصاری، و من اینا رو ازشون استفاده میکنم. دو تا پوماده با یه قطره. قطره برای کسانی است که انگشتای پا و دست و اینا دوچار اون زرد رنگی و شکلش، خلاصه میفهمی دیگه که چی میگم، انگشتایی که خراب میشه، ناخونای پایی که خراب میشه، چون تخصص او تخصص پاس در حقیقت، او دکتر پاس، فیت داکتر.
این قطره رو درست کردم برای اون کار. دو تا پماد هم هست، یکیش برای قارش، دوباره قارش های پوستی و پا و فانگیس و اینا هست که روی انگشت های پا و اینا میزنه، ترک خوردگی پاشنه پا و اینا، و یکیش هم برای من است که دردهای مفصلی داریم، مثل نمیدونم آرتورایتس و این چیزا، آرتوروز داریم دیگه، و درد مفصل، درد استخون، درد ماهیچه و اینا داریم. یه پماد هم هست که برای آرام کردن درد است. یکی هم دو تاست دیگه، یکیش برای از بین بردن اون قارچایی که روی پا هست، مثل قارچ لای انگشتای پا، کف پا که ترک میخوره پا، و یه قطره هم هست برای ناخون. اینا رو اگر از خود سایتش که روی وبسایت ما مراجعه کنی، بری به سایت دکتر انصاری، اینا رو اونجا بسی که قیمت پول پستش رو $10 اضافه پرداخت کنی. اگر از طریق ما سفارش بدهی هیچ چیزی نداره، پول پستش رو آقای دکتر انصاری تقبل کرد که پرداخت کنه. قیمت این پماده، قیمت این قطره $60، این پماده یکیش $50، یکی $60، به سایتش مراجعه کنید، تمام قیمت اونجا هست. ممنون و متشکرم. اینم یه راه هست. بازم ازت ممنونم تا ما باز این داستان تلفن و مسائل مربوط به تلفن رو با همدیگه پی بگیریم. ممنون و متشکر، تا فردایی دیگر که در خدمتت باشیم. متشکرم.